ای از اول ما میخواستیم تسلیم شیم، ما یک سه بار قریب در سیجنگ امنیت بودم، زندان توی زندانی دوله بودم، میخواستم بگذرم حدودا قپیدن چند بار. عبدالاحد نظرف ساکنی محله بیناکاران شهری وحدت به خبرنگار رویترز در باره سرگذشتش در سوریه نقل میکند. او میگوید از بس که به دولت اسلامی سوگند صداقت نداد برای همین زندانی شد. میخواستم عبور کنم. Okay. حتی حکومت تاجیکستان از این بخبر است. Mm. بخبر کنم. گفتم بیا تسلیم شو بیا. یک منبع آگاه از پرونده جنایی این جوان از مقامات انتظامی به رادیو آزادی گفت در واقع عبدالحد نظرف از طریق خویشاوندانش به آنها برای بازگشت مراجعه کرده است، اما گفت که روز مراجعتش را به یاد ندارد. جوان تاجیک میگوید آنهایی که میخواستند فرار کنند کشته میشدند. چند تا دیگه اش اعدام کردند، همینجا دولت اعدام کرد. عبدالحد نظروی 28 ساله که تا سال 2015 در مسکو راننده تاکسی بوده است، ماه گذشته در شهر بغوز تکیگاه آخرین داعش در سوریه بر رزمندگان کرد تسلیم شده است. خبرگزاری میگوید مصاحبه در اردوگاه رمیلین زیر نظر اعضای نیروهای دموکراتی سوریه که از رزمندگان کرد عبارت است صورت گرفت و رویترز نمیتواند درستی گفته های جوان تاجیک را ثابت کند. عبدالحد نظرف که با چچن دختر ازدواج کرده است درباره زندگی در قلمروهای زیر نظارت داعش میگوید: یگم راهم بسته بود، یگم کس یگم چی نمیدود، به حد گرسنگی سقم تیفل بشو تیفل ما دتام. عبدالحد نظرف میگوید هیچگاه در صف دولت اسلامی نجنگیده است، هرچند به قول رویترز در گفته هایش نامطابقتی وجود داشت. عبدالحد نظرف سال 2015 به سوریه رفته است و سال 2016 به زیدی او در تاجیکستان پرونده جنایی باز کردند. بعدی ظهور دولت اسلامی در سال 2014 بیشتر از 1900 نفر از شهروندان تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی از جمله دولت اسلامی پیوستند.